سلام، یکی از تعریف‌های فیزیک اینه که علم بررسی پدیده‌ها در مقیاس‌های مختلفه و شما میتونید با توجه به این تعریف شاخه‌های فیزیک رو جدا کنید، یعنی با توجه به مقیاسی که دارید مطالعه می‌کنید میتونید دسته‌بندی انجام بدید و دسته‌بندی رایجی هم هست. مثلا اگر مقیاستون مقیاس انرژی باشه میتونید بگید که من فیزیک انرژی بالا هستم و منظور اینه که در مقیاس های مختلف انرژی جایی قرار میگیرید که مثل فیزیک ذرات و این چیزها قرار دارن، یا مثلا میتونید بر اساس دما طبقه بندی کنید، بگید من فیزیک دمای پایین کار میکنه، یا میتونید مقیاس ها رو از جنس فاصله های کیهانی در نظر بگیرید. موقع اگر روی ابعاد فضایی بزرگ کار کنید با کیهان شناسی طرفید، اگر ابعادتون کوچیک‌تر باشه با مثلا نجوم و اخترفیزیک طرفید، بعد همینطور ابعادتون رو میتونید کوچیک‌تر کنید، میرسید روی مسائلی که روی زمین دارن رخ میدن یا دور و بر زمین رخ میدن، میتونید راجع به اقلیم حرف بزنید، میتونید راجع به آب و هوا حرف بزنید، کوچیک‌ترش میکنید، راجع به فیزیک پدیده‌های روزمره حرف میزنید، راجع به اتفاقات دنیای ماده چگال حرف میزنید، راجع به رسانش صحبت میکنید، راجع به اینکه چطوری ماده خاصیت مغناطیسی پیدا میکنه و همه پدیده هایی که خیلی خیلی نزدیک ما هستن و توی سیستم های پیچیده راجع بهش صحبت میشه. میتونید ابعاد رو کوچیک‌تر کنید، راجع به مولکول ها حرف بزنید، برید فضای پایین تر، سراغ اتم ها برید، فیزیک حالت جامد رو پاشو بکشید وسط، مکانیک کوانتومی داشته باشید. میتونید ادامه بدید و باز برید پایین تر و اتفاقات هیجان انگیزتر برای بعضی ها. و در اصول علمی هم هیچ ارجحیتی نیست بین اینکه شما توی کدوم مقیاس دارید کار میکنید و اینی که مثلا یه نفری داره کیهان شناسی کار میکنه با یه نفری که داره روی فیزیک ذرات کار میکنه، شاید اینا از لحاظ مقیاس های کیهانی یک جاهایی با هم فاصله داشته باشن، یکی خیلی بزرگ یکی خیلی کوچیک، از اون طرف ارتباط هایی وجود داره بین اینها و اینجوری هم نیست که این مقیاس ها کاملا مستقل از هم و قابل 100% تمیز دادن از هم باشن. ارتباط های وجود داره بین مقیاس های مختلف و اصلا توی فیزیک هم داستانی وجود داره که چجوری شما میتونید از یک مقیاسی برید به یک مقیاس دیگه و نگاه کنید که مدل ها و نظری ها چطوری تغییر میکنن و آیا میشه از این نظریه توی مقیاس به این نظریه توی مقیاس دیگه رفت یا نه. من یه دوره مقدماتی راجع به این مفصل صحبت کردم، توی سیدبور هست، اسمش هست مقدمه بر باز و هنجارش. چیزی که به عنوان دانشمند به نظرم ولی مهمه اینه که آدم ها بفهمن که توی هر مقیاس یک سری از مسائل مهمه. مثلا شما وقتی دارید راجع به شیمی صحبت میکنید، خیلی بعید که نیاز داشته باشید درکی از کوارک ها داشته باشید و بخواین مثلا برهم کنش قوی و متوجهش بشید، چون توی اون مقیاسی که شما کار میکنید اثری از کوارک ها و اتفاقات هسته‌ای اون مدلی وجود نداره. توی یک مقیاسی شما نیاز ندارید حتی به اینکه اتم و الکترون رو درست بفهمید و با موجودات بزرگتر سر و کله میزنید. مثال معروف اینه که اگر شما میخواین یک بولدوزر رو مدل کنید، نیازی نیست که با اتم ها و مولکول ها شروع کنید، شما با یک تیک فلز شروع میکنید، با یک موجودات بزرگتر شروع میکنید، یا خیلی جاهای دیگه. شما میتونید از یک سری از جزئیات ریز مقیاس صرف نظر کنید و مسئله های بزرگ مقیاس رو مدل کنید. از طرف دیگه ما میدونیم که لزوماً دونستن همه جزئیات کمکی به ما نمیکنه و حتی ما تجربه هایی داریم توی علم که خیلی از اوقات میتونیم جزئیاتی رو توی ریز مقیاس دور بریزیم و با فدا کردن جزئیات مشخصی به درک بزرگ مقیاسمون لطمه ای نزنیم. برای همین مسئله مقیاس یه چیزیه که دانشمندا به نظرم خیلی اینو معقول متوجهش هستن و میفهمن که توی هر مقیاس یه سری از مسائل مهمه. یعنی یک مفهومی وجود داره به اسم level of description
یعنی که شما وقتی میخواید راجع به یک پدیده حرف بزنید، اینو میتونید در مقیاس های مختلف راجع به صحبت کنید و از یک جای شروع کنید و یک پدیده رو توجیه کنید. برای همین برتری خاصی آنچنان وجود نداره که کدوم مقیاس خیلی جالبه، بسته داره که شما میخوای چی کار کنی و یک از یه جایی میخوای یه چیزی رو توصیف کنی. این تمام کاری که ما تو علم میکنیم، تقریب میزنیم، همه اینا بستگی به مسئله و سوالمون داره. حالا چرا این حرفا رو میزنم؟ به این خاطر که علم قبل از هر چیزی یک چارچوب زمخت جدی ریاضیاتی محاسباتیه، ولی بالاخره این علمو دارن آدم ها انجام میدن و آدم ها موجوداتی هستن که احساسات مختلفی دارن، هیجانات مختلفی دارن و خواهی نخواهی این احساساتشون میتونه متصل بشه به این یافته های علمی و ما به عنوان فارسی زبان وقتی به اشعار قدیمی، وقتی به ادبیاتمون نگاه میکنیم میبینیم رد پای علم توی اشعار زیاد هست. یعنی میبینیم در جای جای ادبیات فارسی، خصوصا که بخش زیادی از ادبیات ما زمانی توسعه یافته که مسلمون ها در تمدن علمی به سر می بردن، به همین خاطر که توی ادبیات ما همون قد که مذهب جدیه، دین در کنار مفاهیم علمی هم هست. یعنی شما شعر هر کسی رو که نگاه میکنید از قدیم ترها میبینید که ارجاعات زیادی مثلا به ستاره شناسی و ادبیات علمی داره، به این خاطر که توی اون دوران علم و دین عجین بوده با زندگی روزمره. واسه همین شاعر هم از ادبیات خیلی جالب نجومی استفاده میکرد، در صورت که در دنیای امروز ایران که اونقدر ما با هیچ کدوم از اینها دیگه عجین نیستیم این اتفاقات نمیافت. از اون طرفش هم ولی میشه اتفاق بیفته، یعنی از شعر و ادبیات ما تأثیر بگیریم روی علم. من راجع به این زیاد صحبت نمی کنم، یک بخشی داره آقای روبرلی توی یک کتابی داره که من استوری کرده بودم یه مدت که چجوری شعر و ادبیات میتونن تأثیر متقابلی داشته باشه. اما حرف من اینا نیست، حرف من اینه که خیلی از اوقات ما به واسطه علم فانتزی درست میکنیم که به خودی خود بد نیست تا زمانی که متوجه باشیم که داریم فانتزی مطرح میکنیم. یه مثال خیلی سادهش که من همیشه میزنم اینه که خیلی از آدمایی که مستندهای علمی میبینن، اینها تقریبا تصویر غیر واقعی از علم دارن، برای همین در قضاوتشون راجع به اینکه علمو دوست دارن یا ندارن دچار اشتباه میشن. چون شما یک تصویری رو میبینید از کیهان به عنوان مثال، تصویر هیجان انگیزیه، به روش‌های مختلف رنگامیزی شده و شما در عظمت و پهناوری این دنیا دچار حس عجیبی میشید و میگید چقدر زیبا. این چیزها اتفاقاتیه که خیلی زیاد میفته، خصوصا وقتی فیزیک رو دارن به مردم معرفی میکنن راجع به کیهان و عظمت کیهان، بزرگی و عجیب و غریب بودن این ساختارها صحبت میشه و آدمها علاقه‌مند میشن. به خودی خود چیز بدی نیست ولی عواقبی هم داره. یک ویدیو معرفی وجود داره که کارل سیگن گویا یه زمانی که اینها خیلی فضا توی آمریکا معروف بود، یه دوربینی رو میچرخونن وسط فضا، به یه نقطه آبی کمرنگی توی عرصه کیهان اشاره میشه، بعد میگم اون نقطه کوچولو زمینه و بعد از این حرفا که آره ببینید از این فاصله اصلا دیگه مهم نیست که شما کجای دنیا هستید، فارسید یا عربید یا خارجی یا داخلی، اصلا معنی نداره، نژاد معنی نداره، جنگ صلح معنی نداره، در اون فاصله معنا داره. حرفش از لحاظ علمی هم تو درسته دیگه، توی اون مقیاس ها اون جزئیات میشه ریخت دور،
اما بعدش میان از این حرفا خیلی مردم الهام میگیرن که مثلا شما اگر نجوم مطالعه کنید، کیهان شناسی مطالعه کنید، متواضع تر میشید، خاشع تر میشید در برابر عظمت هستی یا آفرینش. به نظر من اینا ولی حرفای درستی نیست. حقیقت اینه که این جمله هم که نزدیکترین شاخه از علم به دین هم کیهان شناسی، به نظرم خیلی حرف اشتباهیه. شاید نزدیکترین چیز بین علوم به دین یه چیزی مثل روانشناسی اینا باشه، اونم خودش به خودی خود توی تعریف روش علمی زیاد جا نمیگیره عموما. برای همین اینی که ما با به عنوان کسی که اهل علمه برداشت‌های حسی داشته باشیم چیز بدی نیست، ولی باید حواسمون باشه که این فقط یه حسه، یه فانتزیه، حرف درستی نیست، نمیشه روش قسم خورد. یعنی اینی که ما نگاه کنیم به کیهان و بگیم فراموش کنیم دنیای روزمره، خوبه. برای یک ساعتی شما میتونید از دنیای روزمره فاصله بگیرید و به مسائل بزرگ نگاه کنید، ولی این اصلا ارتباطی نداره با اینکه زندگی روزمره رو میشه کاملا فراموش. هر آدمی میتونه یک چیزی پیدا کنه که از زندگی روزمره خارجش کنه، میتونه الکل، موسیقی، هر چیزی باشه. اما اینکه ما بیان یک بخشی از علم رو اینقدر آراستش کنیم به اینجور افکار، به نظرم ایده خطرناکی میتونه باشه برای آدم ها. یعنی اینکه ما فکر کنیم توی یه مقیاس های بزرگتر همه چیز جالب تره، اینجوری نیست. و یه دانشمند میتونه توی مقیاس های مختلف علاقهش رو پیدا کنه. اینی که شما علاقت کجاستم یک مسئله عجیب و غریب شناختی شاید باشه. یعنی اینکه چه آدمی از چه مسئله خوشش میاد به هزار و یک علت میتونه با یه آدم دیگه فرق کنه. اما مهمه که ما متوجه این مسئله باشیم به عنوان دانشمند، به عنوان کسی که کار علمی میکنه، که حرفای هیجان انگیز توی حوزه های مختلف علم با زمختی و مسیری که علم واقعا داره طی میکنه متفاوت. امیدوارم که دنیا جای بهتری باشه واسه زندگی برای همه آدم ها توی دنیا، ولی خوبه که ما هم فراموش نکنیم که هر آدمی مستقل از حرفش روی زندگی یومیه خودش اثر داره و روی زندگی بقیه هم اثر داره و روی زندگی آینده ها هم اتفاقا اثر داره. برای همین خیلی از اوقات مردم به این فکر میکنن که کدوم کار مهمتره، اینکه من الان برم بجنگم، برم واکسن بسازم، یا برم مسائل کیهانی رو مطالعه کنم. خوبه که همیشه آدم های مستقل از مسائل روز به یک چیزهایی بپردازن، ولی اینکه قاطبه و جریان اصلی یک جامعه به کجا نگاه میکنه اون دیگه فرق داره با اینکه فقط ما بخواییم یک شاخه خاص از علم رو توسعه بدیم. خوب باشید.